اغلو او خاغلو درنو ملمنو د بهرنیو هیوادونو استازو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ملی راډیو تلویزیون لیدونکو ویاړم چې نن د ګران هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې د جشن مراسمو ته ستاسو هرکلی کوم. نن شپه د دغو تاریخي مراسمو د ترسره کوونکو په استازیتوب هیله لرم چې وکړای شو د سرلوړي افغانستان د یوې پیړۍ خپلواکۍ پر سفر له هیجان او مینې ډک جشن کې خپله خوښي له موږ سره شریکه کړئ. خوشحاله یو چې یوازې نه یو، هم دلته تاسو لرو او هم دا جشن په ټول افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د دې ځورېدلي میلمه پال او رښتونی ملت غړي دوستان او خواخوږي لمانځي. ای د خپلواک هیواد وګړیا، که په هیواد کې او که مسافر یې، سرلوړي دې سل کلنه شوه، خپلواکي دې مبارک شه. حضار محترم و بیننده های عزیز، رادیو تلویزیون ملی افغانستان می بالد که در قصر تاریخی بازسازی شده دالمان که از خاکستر آتش و جنگ سر بالا کرده و یک بار دیگر به عظمت گذشتهش بازگشته، از شما پذیرایی می کند. تشکر از این که با حضور خیش و یا هم با تماشای برنامه زنده از رادیو تلویزیون ملی افغانستان و صفحات اجتماعی ما را دنبال می کنید و در جشن 100 سالگرد استرداد استقلال کشور افتخار و خوشیتان را با ما شریک می سازید. امشب نمای از غنامندی تاریخ، میراث، هنر و فرهنگمان را به نمایش خواهیم گذاشت که به شهرت افغانستان افزوده است. ازلدن قانم ازبر جانم ازبر، شکوه و عظمت و شانم ازبر، ایکیم ازبر یکاندن باش چقرگن، قرار و وحدت و پیمانم ازبر. ملی رادیو تلویزیونینگ عزیز، حرمتلی گروچلره، ودکن نیچه ایل افتا جریانه ده افغانستان ود دستورت ولایت ده جادلر، کوچلر و ایرم یرلرده افغانستان بیرقلر، زینت چراغلر و اماس شعالر بلند بزتلگندر. بز فخر لنمز که بکن سزلنه بو تنتنالی بیرمده استقبال کلمز. مستقلیک یوزلیک بیرم قدلق بلسن. We are extremely proud and pleased to host you at the newly renovated Dalaman Palace here in Kabul, which will be the symbol of a new Afghanistan and a hope for everyone. As His Excellency President Mohammed Ashraf Ghani said once, investing in our culture and identity helps us understand who we are. Tonight, on Radio Television Afghanistan, you will get to see a glimpse of our rich Afghan culture, history, heritage, and the fine arts, as we know of which Afghanistan has the best to offer. Our journey tonight will take us from our ancestors, past of the Silk Road, to our current ever-growing and marvelous hopeful future. RTA will have lots of exciting performances for you tonight. So let's enjoy this show tonight all together. Happy Independence Day to all of you and all around the globe. Thank you. La khpalo korbano sakha manana ku.
درنو ګډونوالو د مراسمو په دې برخه کې له قاری میرویس اکاخیل څخه په خورانات په خورا درناوي هیله کوو چې د قرآن عظیم شان په تلاوت موږ د اورېدو په ثواب کې شریک کړي. خاصه توګه جناب رئیس صاحب جمهور ته او بل عموم د افغانستان ټول د استقلال تګیو او د استقلال نازولو ولستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العلي اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمن في بلدنا في أفغانستان اللهم أمن في بلدنا في أفغانستان وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. با ابراز سپاس از قاری محترم که با تلاوتشان محفل ما را منور ساختند. و حال از افسران دلیر و سربازان شجاع امنیتی و دفاعی خود تقاضا میکنیم روی استیج تشریف بیاورند و همراه با تیم ملی ترانه معارف سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان را که نماد از همبستگی و یکرنگی اقوام با هم برادر است اجرا نمایند.
افتخارشان کف بزنیم. و از حضور همه شما تقاضا میکنیم متن سرود ملی نوشته شده در میزها موجود است. شما میتونین که سرود ملی را یک جا با این تیم زمزمه کنید. مننه ل امنیتی ځواکونو او د پوهنې وزارت د ترانې له ټیم څخه. آرام سي، تیار سي، شاګرس موزوم قدم هرش. بیرقهای ملی را به دست دارن، خواهش میکنیم که تشریف بیارن و اونا یک بیرق به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی اهدا میکنن و بیرق دیگر هم به بانوی اول خانم رولا غنی. بوی گل زمزمه باد بهار آزادی، عشق من آینه قامت یار آزادی، کوکوی فاخته ها هم همه ماهی ها، چهچه باغ و سرود لب خار آزادی،
خشم قوم بصرافرازی صدها رستم، ارث آبایی من دار و ندار آزادی، اولین نام که در زندگی آموختم، اولین نام که در زندگی آموختم، آخرین گفتنیم روز شمار آزادی. زما وجود آزادی لخت جوړ دی، زما وجود آزادی لخت جوړ دی، آزادی زما مذهب زما ایمان دی، چه پر سر می دویارونو توغ رپیگی، چه پر سر می دویارونو توغ رپیگی، نومی گران افغانستان افغانستان دی، نومی گران افغانستان افغانستان دی. یو ځل بیا د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ټولو هیوادوالو، د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، د افغانستان راډیو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوو. الهی تا ابد باشد مقامت مام آزادی. من آن فرهاد بیباکم که با هر قطر خون خود و قلب کوه سارانت نویسم نام آزادی. آزادی تر پاچاهی علا تیرائی کا، آزادی تر پاچاهی علا تیرائی کا، چی دبل تر حکم لاندیش زندان چی، غازی امانه دخبل واقعی اطلا، مگد پور وڑیو تا آزادی بخلی ده. جناب محترم عبدالمتین بیگ، رئیس عمومی ارگان‌های محل، خواهشمند روی استیج تشریف آورده و در رابطه با آزادی و جشن امروزی صحبت نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، بانوی اول، رهبران احزاب سیاسی، رؤسا و اعضای مجلسین شورای ملی، رئیس و اعضای محترم قوه قضاییه، اعضای محترم کابینه، بزرگان و جوانان عزیز، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شام شما بخیر. به جشن ملی 100مین سالگرد استقلال کشور خوش آمدید. مردم عزیز افغانستان، از بدخشان تا نیمروز، از جوزجان تا پکتیکا، صد سالگی استقلالتان مبارک، آزادی مو مبارک شه، استقلال لرنگس خودلق بولسن. حضار محترم، بجاست تا درود بفرستم بر روی همه شهدای پاک افغانستان عزیز، از جمله شهدای مظلوم 26 اسد شهر کابل که در آستانه تجلیل از استقلال کشور به دست جلادان تاریخ به شهادت رسیدند که یاد و خاطرهشان فراموش ناشدنی است. ما باور کامل داریم که هر آنچه این ملت امروز دارد مدیون ایثار و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. 100 سال پیش شاه جوان غازی امان الله خان با اعلام استقلال کشور فصل جدید تاریخ معاصر افغانستان را گشود. به گفته جلالت مآب رئیس جمهور،
قهرمان اصلی استقلال مردم افغانستان هستند، مردمی که در طی قرنها بارها این سرزمین را از تجاوز و تعرض نجات دادند، از مقابله با استعمار تا جهاد و مقاومت، از مبارزه با تروریسم و حراس افغانی تا ایستادگی در برابر تا ایستادگی برای تداوم جمهوریت، کارنامه این ملت آزاد و سربلند است. طی ماه‌های اخیر هزاران عاشق این سرزمین صدومین سالگرد استقلال کشور را با اشکال مختلف، با سرمشق گرفتن از تنوع فرهنگی مان به شیوه های که خود خواستند تجلیل نمودند. افغان ها با مکتب عشق و عرفان مولانا، درایت و هنر پروری گوهرشاد بیگم، با شعر خوشحال خان خطک، با علم سید جمال الدین افغان، با شجاعت ملالی ها و با تکیه بر تاریخ 5000 ساله این ملت استادگی کردند و آزادی و استقلال این کشور را تداوم بخشیدند. عزیز وطن داشتلر، استقلال ملی بر ارزش دیر. منگلرچه شهیدلرمز نین قانون باسی بلن قولگه کتیلگن. استقلال ملی برلگمز و برابرلگمز نی تامین اتیادکن و بزگه ارکنلک هویتی بیرگن. این مهم ارزشلرمزدن سنالده. آتا و آنالرمز وز قانلرنی توگیب و عزیز جانلرنی بیرب استقلالمزنی بزگه قیترگن و هدیه ایتگن. بونو سقلش و ملی بیرلگمزنی تامین لب ادامه بیرش بز یاشلرنین این مهم و مقدس وظیفمزدر. حضار محترم، قصد که امروز میزبان جشن است بر ما یک تعمیر یا یک قصر نیست، نماد از درد، رنج و استادگی یک ملت است. طوری که این قصر دوباره استاد شده و دوباره به پای خود استاد شده، همونطور این ملت به پای خود استاد شده و به تحرک آمده، هیچ قوت، هیچ گروه و هیچ دشمن و هیچ نیروی متخاصم نمیتونه ایره استاد کنه و ما به پیش خواهیم رفت. و جا داره از همکاران دارالانشا که مراسم تجلیل کردن و برگزار کردن، خصوصا از جناب قتالی صاحب و همکارانشان و والی صاحبا در ولایات، شاروالها و ولسوالها و شوراهای ولایتی و خصوصا نیروهای امنیتی ما که زمینه تجلیل فراهم کردن تشکری کنیم. در آخر من صحبتهای خود با یک شعر پشتو به ختام میرسانم. سوچ دا جهان و دان وی، سوچ پاتی یو افغان وی، تل بدا افغانستان وی، تل بدا افغانستان وی. تشکر. د سیمه ایز ارگانونو د خپلواکې ادارې له رئیس ښاغلي متین بیګ څخه ډېره مننه کوو. درنو هزارو او پر ژوندۍ بڼه پر فیسبوک د ملي راډیو تلویزیون کتونکو، د مراسمو په دې برخه کې تاسو د هغې لنډې ویډیو نندارې ته رابولو چې پکې په شیبو کې د لرغوني افغانستان زرګونو کلونو تاریخ انځور شوی، یو شمیر زعیمان پکې ښودل کیږي.
باشد دوران زعامت خردمندانه بابای ملت فرور کلثوم در افغانستان پاچا د هند ملت پلار او سرغشتن خاغل محمد داود پتودخ ارکلو من احساساتو زمون دو جمهوری انقلاب دو قهرمان او با افغانستان کی جمهوری سایست با بیرون راندن اجانب با تدبیر خردمندانه ای زمان بسم الله الرحمن الرحیم ویارم چه جه افغانستان دامده خلق استر او لیار دک سمبول دیم اعضای قهرمان شورای انقلابی کنفرانس سر تا سری و پلی نوم سزده هم کمیته مرکزی سیاسی و مسالمت آمیز مسئله افغانستان را پیشنهاد نموده کاش که د کایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله زه عبدالله څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړی وه اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به ګډې شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو
له خپل تخنیکی ټیم څخه ډیره مننه کوو چې د هوا درې زره کلن تاریخ په ګرافیک بڼه تاسو ته وښودل شو. خدای وکړي چې خوښ شوی مو وي. ډیرو درنو حاضرینو، د هېواد خپلواکۍ سلمه کلیزه یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایو، په دې هیله چې افغانستان د بیا رغونې او د سولې پر مخ ولاړ شي. و حال از تیم ملی ترانه معارف خواهشمندیم تا روی استیج تشریف بیاورن. قابل ذکر می دانیم که تیم ملی ترانه معارف دو ترانه را بر شما تقدیم خواهد کردن. ترانه اولشان درفش نام داره و ترانه دوم هم به دو زبان است، به سه زبان، دری، پشتو و ازبکی. به نام تل دیوی افغانستان. ده ترانه ده تیم پویار چکچک اوکرایی دیر مننا.
د پوهنې وزارت د ترانې له ټیم څخه ډیره مننه کوو. دغه ټیم د هیواد د 33 ولایتونو سمبول دی. ژوندۍ دی وی افغانستان. ارجمند تلویزیون ملی افغانستان، شنونده های گران قدر رادیوی ملی، قابل ذکر می دانیم که برنامه تلویزیونی ما به طور زنده از طریق فیسبوک تلویزیون ملی نیز به نشر می رسد. لطفا نظریات، سوالات و احساسات خیش را با ما شریک سازید. ننیلی مراسمو او دغازی امان الله خان په میران ترلاسه شوی دا افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو سل کلن جشن ته د نورو تر څنګ دوو کسانو ځانګړی اهمیت او ښکلا وربښلې. هندیا د افغانستان او محترمه ناجیه د غازی امان الله خان لوڼې په ویاړې. در مراسم امروزی افتخار حضور دو فرزند آن شاه غازی وطن دوست را داریم. ملت افغان می بالد که در جشن 100 سالگی استرداد استقلال کشور اعضای خانواده ملکه ثریا و شاه امان الله خان غازی را در کنار خود دارند. حال با نهایت احترام از شاه دخت هندیه تقاضا می نماییم که ما را افتخار بخشیده روی استیج تشریف بیاورند تا از ایشان بشنویم. تا بیاری چک چک اوکری. برادران عزیز، من نام من ایندی است، دختر شاه امان الله خان غازی هستم و ملکه ثریا. امروز از خداوند بزرگ به اندازه ممنون هستم که به 90 ساله که هستم باز اینجا میتونم به شما عزیزان تبریک بگویم برای 100 سال ای مراسم کلان ما استقلال و به تمام ملت پاک افغانستان تبریک میگم. از رئیس جمهور ما معتبر آقای اشرف غنی و از بی بی گل جان تشکر میکنم، تبریک میگم، تشکر میکنم که من را به کابل مهمان کرده. استقلال افغانستان برای ما البته بسیار چیز مهم بود و مهم هست، از خاطر که پیش از او هر کار، هر پروبلم کلانی که ما داشتیم که حکومت افغانستان رو داشت باعث همیشه تیر می شد از ویسرای امپیر بریتانیک. وقت آزاد شدیم با مملکت‌های آزاد
مستقیم میشد که ما رابطه داشته باشیم. یک چیز زود براتان میگم که فارسی ما در خارج یاد گرفتم بسیار ضعیف است، اما ایمان ما قوی است. وقت شاه امان الله خان غازی استقلال آورد به افغانستان، اولین جمله که گفت اعلان کرد که حال اسلحه رو بر کنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشد. آنان غلامی ها رو، خشونت رو اینا ممنون کرد، کمیسیدی چه برطرف ماند و کلانترین آرزوش همی بود و شروع کرد به مکتب ساختن برای بچه ها و دخترها پسانتر و 5 سال مجبور بودن که بچه ها به مکتب ابتدایی درس بخونن، در صورتی که در غرب 3 سال فقط لازم بود. ما وقت 100 سال پیش تشکر 100 سال پیش از ایتالیا و فرانسه و اینا سر همی موضوع جلوتر بودیم. باز از به نظر 123 اساسنامه آورد. مملکت هایی که دور افغانستان بود و آل پاکستان از وقت هندوستان بود اساسنامه نداشتن و قانون که لازم که هر نفوس افغانستان زن و مرد میتونستن کار بکنن، هر کسی که قابل بود، امی قانون آورد و به غرب بعد از 30 سال این قانون برآمدن. ما 100 سال پیش 20 سال پیش بودیم. امی جنگ که شد متاسفانه شهید زیاد شده، ولی فراموش نکنیم که به چند ولایت که نفوس کم بود مثل پکتیا و منگل زنای افغان تفنگ به دستشان رو گرفتن و وطن خود برای وطن خود جنگ کردن. من مخصوصا طرف خانوما نیستم، من هستم طرفدار انسان خوب. به هر جنگ ما متاسفانه شهید داشتیم، جنگ‌های قدیمی، قرن قدیم، جنگ استقلال افغانستان، جنگ در ضد شوروی، شهیدا رو فراموش نکنین، هم سیویل هم نظامی، برایشان دعا کنیم، فراموششان نکنیم. امین. پدر بزرگوارم به ما یاد داد از خورترکی که ما مردم باید جد ما فراموش نکنیم، احترام کنیم، ولی بدانیم که ما از هر قوم افغانستان هستیم و
حال امروز فکر میکنم که 34 ولایت افغانستان هر کدام یک گل است و هر کدام مخصوص یک عطر داره، یک رنگ داره، یک ساز و شعر داره و امید دارم که تمام اینا گچ شود ما بین مملکت ما وطن عزیز و یکی از دیگر یاد بگیریم تا که یک دست گل فوق‌العاده برای نزدیک شامان خان غازی یک همسر فوق‌العاده قوی داشت، ملکه سریا، که به وقت 20 سالگی فهمید که وظیفهشو دیگر رقم است، وظیفه جدی، و از همسر خود خواهش کرده که کفایت نداره که من ملکه باشم، میخوام وزیر معرف شوم. دخترش محمود طرزی بود. یک ملکه فوق‌العاده دلسوز بود، مثل بی بی گل. اون وقت دیگه کار سخت بود گپ زدن با ملت. رادیو نبود، تلفن نبود، واسه مردم جمع می شدن. مثل امروز. و گپ زدن سخت بود امرایشان، مخصوصا امرای خانوما. مادرم اولین کاری که کرد یک مکتب ساخت به نام عربی بود وقت نام ناجه چی نام بود؟ خوارم مرا یاد نمیتن مستوره، آفرین. باز پسانتر نامش ملالای شد و پدر و مادر دخترای بزرگ، سه تا خواهرای بزرگ من اونجا فرستاد و خواهش کرده از معلم ها که فرق نبینه ما بین دیگه دخترها. اول 13 دختر بود، باز از 10 سال نه، باز از 1 سال 300 دختر بود. باز همیشه زیادتر شد. دخترای افغان تشنه درس خواندن داشتن، اگر نه پیشتر به خانه می خواندن، مگر مکتب رفتن دیگر چیز بود. شاه خانم ملکه سریا یک شفاخانه هم ساخت. او وقت شفاخانه، مکتب، هر چیز خرد بود، مثل 400 بستر نبود، البته سخت بود وقت. به این شفاخانه 3 تا پرستار خارجی آورد، مگر به این 3 تا پرستار گفت کفایت نداره که شما ناجرای ما را علاج کنین، یک پروگرام بسازیم که برای دخترای افغان پرستاری رو یاد بتین. همیشه حت بود که یاد بگیرن. شمالو خان قاضی کارای زیاد کرده که حال اگه بگم تا سب و سب میشه. از خاطر او فقط امیرو میگم که پدرم به چند مملکت مهم سفارت خانه های بسیار مقبول خریده، زمین خود به مملکت ترکیه بخشید و به مملکت ایران. بعد اونا پسانتر البته زمین دادن بر حکومت افغانستان.
پدر بزرگوارم یک آدم وطن پرست یک مسلمان اصل بود، یک ملت دوست فوق‌العاده بود، یک پدر بسیار مهربان بود. از شما رئیس جمهور تشکر میکنم که این رباط ساختین. این یک سمبول است برای همه افغانا، مقصدم به همه نفوس که به این وطن زندگی میکنن. و با اجازتان ما یک گپی میزنم که ممکن بسیار افیسیل نیست. امیرو میگم به شما رئیس جمهور، وقتی ما خرد بودیم پدر بزرگوارم به ما همیشه مواظب بود و وقت کار خوبی میکردیم یا نوت خوب میگرفتیم از مکتب یا حرکت خوب میکردیم به ما میگفت شاد باش آفرین. حال با اجازتان از طرف من، خب بسیار آدم خرد هستم، مگر از طرف بابا جانم، از طرف شاه امان الله خان قاضی برای شما میگم شاباز آفرین. لا محترم اندیا د افغانستان څخه ډیره مننه کوم. څو چې داز مکه اسمان وی، څو چې داز مکه اسمان وی، څو چې دا جهان ودان وی، سوچ ژوند پدی جهان وی، سوچ پاتی او افغان وی، تل بدا افغانستان وی. استقلال ټول ته مبارک، خپلواکی مو مبارک شه. فرزند آریایم و افغانم آرزوست، فخر و نشان جد و نیاکانم آرزوست. من پور آریایم و ترسم ز جنگ نیست، خط و نشان راه شهیدانم آرزوست. در هر نفس سرود وطن خوانده ایم ما، در هر نفس سرود وطن خوانده ایم ما، صلح و صفای میهن و کاشانم آرزوست. کده یو شخص دیر چنگار علاقه نوائی، نن به زمک در شاه در دارلمان مانه نور حمل خاور و سر خاور وائی. د یو شخص دی تنگار اول قنه وای، نن به زموږ تر شا د دارلمان مانی نور حمل خاور سره خاورې و. دا او دې ته ورته نورو تاریخي مانیو ودانیو عابدو ته په دې وروستیو کلونو کې ډیر پام ځکه واړول شو چې زموږ د هویت مهمه برخه ده.